سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به لکچر دومی ما. در لکچر اول ما در مورد ساختمان اتم صحبت کردیم که اتم از پروتون، نیوترون و الکترون ساخته شده و در مورد کاتگوری آف الیمنتس یا موادها به چند کاتگوری تقسیم شده و او را ما گفتیم که سه کاتگوری بوده که یکیش کندکتور بوده که در فارسی برش هادی میگه، سیمی کندکتور نیمه هادی و انسولیتر. خب این را ما صحبت کردیم که انسولیتر به جریان انتقال نمیته باسانی و سیمی کندکتور نسبتا خوبتر است و کندکتور جریان بسیار باسانی انتقال میته که کندکتور ما در لین ها و یا سیم های الکترونیک دیوائس استفاده میکنیم، انسولیتر در پوش یا جایی که ما میخواییم که الکترونیک دیوائس ها بین خود شارت نشه و سیمی کندکتور در ساختمان الکترونیک دیوائس مثلا دیود، ترانزیستر که بخاطر که ناوخ شد ما سیمی خود ترانزیستر ها را صحبت نکردیم. خب خیر باشه، امروز در مورد N type و P type سیمی کندکتور صحبت میکنیم و در مورد ساختاری از این دو قسم سیمی کندکتور را صحبت میکنیم و همچنان اپلیکیشن از این. خب سیمی کندکتور material do not conduct current well when they are in intrinsic state. خب وقتی که سیمی کندکتور را در حالت خالص خود باشه با آسانی کرنت را یا جریان را انتقال نمیده، چون بخاطر از اینکه limited number of free electron داره، یعنی free electron هایی که الکترون های آزاد کافی ندارن، محدود دارن و همچنان holes یا در ولانس بند خود خالیگاه الکترونی هم چنان کمتر داره. ما قبلا گفتیم که جریان یا توسط الکترون جریان پیدا میشه و یا توسط هول و خالیگاه که الکترون در اوجا میخواهی که خالیگاه را پر کنه یک جریان ایجاد میشه. خب این نفر سوال میکنه که خب خیلی چطور میتونیم که کندکتیویتی یا هادی بودن سیمی کندکتور ما اضافه کنیم؟ خب در فکرش میاد که ما میتونیم که چی کنیم؟ تمپریچر یا حرارت سیمی کندکتور را بلند کنیم. وقتی که حرارت سیمی کندکتور را بلند کنیم در وقت ما میتونیم که هادی بودن سیمی کندکتور را زیادتر بسازیم. خب وقتی که یک چیز باید نوت بکنین که یک بسیار چیز جالب است، وقتی که ما حرارت را در سیمی کندکتور را اضافه میکنیم او وقت کندکتیویتی یا هادی بودنشان زیادتر میشه، اما وقتی که ما حرارت را در متلز یا در موادهای فلزی اضافه میکنیم در وقت کندکتیویتی یا هادی بودن مواد فلزی سرچپه است، کم میشه. مثلا وقتی که شما یک آهن داشته باشین، یک سیم داشته باشین، هر چقدر که حرارت سیم زیادتر شود سیم گرم بیاید او همو اندازه مقاومت یا ریزیستنس یا مقاومت از این مواد چی میشه؟ از سیم چی میشه؟ زیاد میشه، یعنی جریان با آسانی انتقال پیدا نمیکنه. اما سیمی کندکتور هر چقدر که حرارت بدی ریزیستنس چی میشه؟ کم میشه. وقتی که کم شد در وقت با آسانی انتقال جریان انتقال پیدا میکنه. ما قبلا گفتیم که حرارت وقتی که سیمی کندکتور را بدیم کندکتیویتی خوب میشه، اما این یک سلوشن یا یک راه حل خوب نیست، چون به خاطر از اینکه ما دیوایس های خود را یا مواد های خود را یا مثلا موبایل های خود را یا کامپیوتر های خود را که سیمی کندکتور جور شده نمیتونیم که همیشه وا را چی کنیم، هیت نگاه کنیم یا گرم نگاه کنیم. شما نمیتونید که وقتی که موبایل در جیب دستتون باشه همیشه او را باید سر یک منقل بگیرید که گرم بیاید تا کار بکنه، یک رای حل سی نیست. پس این نفر باز سوال میکنه که پس سلوشن دوم چی است؟ یعنی رای حل دوم چی است؟ خب نفر هوشیار است، در ذهنش آمد که خب میتونیم که امپیوریتی را اضافه کنیم یا غیر خالص بودن را اضافه کنیم یا او را همچنان ما میتونیم که دوپینگ بگیم.
شما شنیده باشین در ورزش ها میگه دوپینگ کرده، دوپینگ این معنی که ناخالص بوده نکرده، یعنی مثلا یک چیزی اضافه را خورده که او هرچی که باشه که انرژی از او را زیادتر کرده، یعنی او را دوپینگ میگیم. دوپینگ به معنی ازی است که ما وقتی که در سمی کندکتور خالص خود وقتی که ما یک مواد یک اتمای دیگر اضافه کنیم که غیر ناخالص شوه و در وقت کندکتیویتی از او زیاد میشه. حتی و همراه از او ناخالص بودن ما دو کار کرده میتونیم که یا میتونیم که الکترون های اضافه کنیم و یا میتونیم که هولز خالیگاه الکترون ها اضافه کنیم. خب امپیوریتی یا دوپینگ چی است؟ The process of adding impurity is called doping. اما پروسیسی که ما امپیوریتی اضافه میکنیم ولی دوپینگ میگه. When we add impurities to the semiconductor, their conductivity increases. وقتی که ما امپیوریتی یا غیر خالص بودن در سیمی کندکتور را اضافه میکنیم، کندکتیویتی یا هادی بودن آنها چی میشه؟ زیاد میشه. خب دوپینگ که از کریر بریر زیاد میکنه، یعنی امو موادی که کرنت ما را جریان ما را انتقال میده او را اضافه میکنه که او جریان امرای یا الکترون ها اضافه میشه یا امرای هولز. ما پیشترک در چپتر دو گفتیم که الکترونز کریر کرنت است و همچنان هولز خالیگاه. وقتی خالیگاه داشته باشیم دو الکترون جریان پیدا میکنه که باعث جریان میشه. و دو قسم امپیوریتی داریم، به دو نوع کاتگوری امپیوریتی داریم که یکش ما ان تایپ میگیم و دیگه شب پی تایپ میگیم که فی بعدا تشریح میکنیم. خب ان تایپ سیمی کندکتور چی است؟ ان تایپ سیمی کندکتور to increase the number of conduction band electron in the intrinsic silicon pentavalent impurity atoms are added. وقتی که ما بخوایم که در intrinsic یا خالص سیلیکون خالص مثلا ما بخوایم که conduction band الکترون ها را زیاد کنیم، یعنی الکترون های را اضافه کنیم که دو الکترون های آزاد زیاد باشه، او وقت ما چی میکنیم؟ pentavalent impurity را اضافه میکنیم. پنتا با معنای پنج است، valent valence، یعنی مواد ها را اضافه میکنیم در سیلیکان خالص که او پنتا ولنت باشه، که پنتا یعنی پنج دانه ولانس الکترون داشته باشه. سیلیکان را ما گفتیم که چهار دانه ولانس الکترون داره در آخری مادر خود. پنتا ولنت چی است؟ که پنج دانه داشته باشه. وقتی که ما اضافه کردیم دو وقت ما چی میشه؟ الکترون ما یک دانه اضافه الکترون ایجاد میشه که نمی الکترون اضافه باعث کندکشن میشه، باعث زیاد بودن هادی بودن از این مواد میشه. و اگزامپل مثال هایش از فاسفورس که 15 است، بخاطر از اینکه در فاسفورس در مدار اول 2 دانه است، در مدار دوم 8 دانه است و در مدار سیومی چند دانه میمونه؟ 5 دانه. حساب بکنیم 15 دانه میشه. و همچنان ارسنیک است که 33 دانه است و انتیمونی 51 دانه است. و به خاطر از اینکه این دوپینگ یک دانه اکسترا اضافه الکترون ما اضافه میکنیم، به خاطر از او ایده ان تایپ میگیم، چون ان کس به خاطر نگاتیو است و الکترون ما اضافه که میشه یک دانه چارج اضافه میشه. خب چرا الکترون که اضافه شد کندکتیویتی زیاد میشه؟ چون به خاطر از اینکه وقتی که ما اگر یک صفحه اضافه را میکنم دیگه، خب وقتی که ما اگر سیلیکون خالص داشته باشیم، یک کریستال خالص سیلیکون داشته باشیم، پس چه رقم میباشه سیلیکون ما داریم؟ تنها میخواییم ولانس الکترونایش نشان بدیم، یک ولانس الکترون، یک رنگ دیگه میگیرم، یک ولانس الکترون، دو ولانس الکترون، سه و چهار. و سیلیکون دیگه اگر داشته باشیم امرایشان، ولانس الکترونش یک، دو میشه شریک میسازه ایجا امرایزی، رنگ ازیرم تغییر میتم که معلوم شود و صحیح شد. و سیلیکون دیگه اگر ما اضافه کنیم، این سیلیکونم برش یک رنگ دیگه میگیرم، یک الکترون از امرای ازی شریک میسازه، یک الکترون امرای ازی شریک میسازه، یک الکترون دیگه در ایجا داره و یک الکترون دیگه چهار دانه شد. خب سیلیکون دیگر هم فکر کنید اضافه کنیم، به خاطر که کریستال از هزارها سیلیکون، خود اتمای سیلیکون جور میباشه، یک
سیلیکان دیگه می اضافه میکنیم و بر از یک رنگی بیخی جدا میگیرم، یک رنگی سبزتر میگیرم. خب یک دانه الکترون دیگه همراه از این شیر میکنه، یک دانه دیگر همراه از این شریک میکنه، یک دانه دیگر دیگه میباشه و یک دانه دیگه. و به همین ترتیب هر چقدر که ما سیلیکان اضافه میکنیم، دیگه سیلیکان اضافه کردیم، یک دانه دیگه زرد میگیرم، یک دانه دیگه شریک میسازه، یک دانه دیگه شریک میسازه، یک دانه دیگه و به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه. و این الکترونای هستن که شریک هستن بینشان. و شما اگر ببینین دیگه الکترونای آزاد نیستن هیچ، بخاطر که تا آخره ما میرقم میتونیم که سیلیکان ها را اضافه کنیم و یا اینمی الکترون ها را یا شریک بسازه، مثلا سیلیکان دیگر اضافه کردیم، یک الکترون دیگه میشه، یک الکترون دیگه، میرقم ترتیب ادامه پیدا میکنه. خب الکترون های آزاد نیست دیگه و میرقم ادامه پیدا میکنه وقتی سیلیکان دیگه باشه. ایجا سیلیکان امروی یک دانه کتیزی شریک میکنه و یک دانه دیگه داره، یک دانه دیگه داره، چهار دانه. اما وقتی که ما پنتاولنت یا دوپینگ میکنیم یک دانه الکترون اضافه میپاشه. شما اگه اینجا ببینین وقتی که این الکترون در هر جای اضافه میشه، اگر ما مثلا اس بی یا اینجا سرب ببخشید انتیمونی داریم یا سرب از به نظر من ایفون یادم نیست، شما اضافه کنید در هر یک جای، در هر یک دانه، در هر سرب که در هر یک تو باش، من اینجا باز سر بکشم که براتون آسان تر شوه. اگر اس بی را ما بکشیم، سیلیکان ما داریم اس آی 1 2 3 4، اس بی امرایش اگر یک جا شوه، اس بی الکترونش که است 4-5 دانه در ولانس الکترون خود داره که باشه اگر اگه خوبتر بگیرم 1 2 3 4 و یک دانه دیگه آزاد میشه. این همه یک رنگی گرد دست پیش میدیم که آزاد نشان بده و سیلیکان دیگه در اینجا است، رنگی از ایرم سیلیکان همی رنگی سبز آبی نشان میدم، شریک میشه، یک دانه امرای از این شریک میشه، بخاطر که دور از هرچی باشه، خب ما کمی بخاطر که نزدیک تر باشه نگاش میکشم و یک دانه دیگه در اینجا امرای از این و یک سیلیکان دیگه میکشیم، میبخشید سیلیکان دیگه دیگه است و 1 2 3 4 و یک سیلیکان دیگه دیگه میکشیم که یک دانه امرای ازی شریک میکنه، یک دانه دیگه، یک دانه دیگه، یک دانه دیگه، چهار دانه و یک دانه سیلیکان دیگه دیگه است که یک دانه امرای ازی شریک میکنه، یک دانه دریجه از خود داره، یک دانه ایجا، یک دانه ایجا و ایجا می شریک نیست، میبخشید سیلیکان از خود اینجا یک دانه الکترون اضافه داره. خب وقتی که کریستال ما میسازیم، از کریستال تنها یک دانه اسپی نه باشه، یک دانه ناخالص بوده یک دانه نه باشه، از این زیاد میباشه، یک دانه دیگه اسپی را اضافه میکنیم دیگه و یک الکترون از این امرای از این سیلیکان شریک میسازه، یک دانه امرای از این سیلیکان شریک میسازه، یک دانه دیگه، یک دانه دیگه و یک دانه الکترون دیگه چی میشه؟ آزاد میشه که برای به شکل نشان میدیم و سیلیکان دیگه ما داریم، یک سیلیکان دیگه را ما اینجا اضافه میکنیم. به همین ترتیب به هزارا سیلیکان ما همراه مختلف اس بی، مثلا در هر یک کریستال ما 4 دانه سیلیکان و همراهش یک دانه اس بی یا یک دانه غیر خالص بودن میباشد و به همین ترتیب سیلیکان دیگه در اینجا همراه شریک می باشه، یک دانه اینجا، در اینجا، در اینجا میتونید شما در این رقم ادامه بدین و در اینجا ما میبینیم که یک دانه الکترون فری، یک دانه الکترون دیگه فری و همچنان اگر اضافه کنیم دیگه هم اضافه شده میره. پس در وقت کندکتیویتی یا هادی بودن مواد های
دوپینگ دار یا غیر خالص یا ان تایپ زیادتر می باشد. میریم به پی تایپ. پی تایپ چی است؟ To increase the number of holes in the intrinsic silicon, trivalent impurity atoms are added. These are the atoms which has three valence electrons. اگر بخوایم که هولز یا خالیگاه الکترونیکی را در موادهای خالص سیلیکون اضافه کنیم یا سیمی کاندکتور اضافه کنیم، تری والنت امپیوریتی اضافه میکنیم. تری والنت چی معنی میده؟ تری سه را میگه، والنت ولانسی، یعنی اتم ها را اضافه میکنیم که ولانسیش سه دانه اتم در مدار ولانسی خود داشته باشه، که مثال هایش هست المونیوم که 13 دانه است، یعنی در مدار اول 2، در مدار 2 8، در مدار 3 3 دانه، و گالیوم و بورون. و به خاطر از اینکه در این دوپینگ ما یک دانه هول یا یک دانه خالیگاه را اضافه میکنیم، به خاطر از این را پی تایپ میگه که پی به معنای پوزیتیو، چون هولز که از کمبود الکترون معنا میده و کمبود الکترون معنای مثبت میده. خب در اینجا ما میخواییم که این را برتان نشان بدم، یک دانه صفحه اضافه میکنم. سیلیکون را مثل وقت نشان میدیم، 4 دانه ولانس الکترون داره و یک دانه بورون که امرای بی نشان میدیم، 3 دانه ولانس الکترون داره که یک دانش امرای ازی شریک میشه، یک دانش در یه میمونه، یک دانه در اینجا، 3 دانه شد. یک سیلیکون دیگر را در اینجا میکشیم، سیلیکون دیگه شریک میکنه امرایش، یک دانه دیگه، یک دانه دیگه، یک دانه دیگه، و یک دانه سیلیکون دیگه ما داریم در این بالا، یک دانه الکترون بالا داره، یک دانه دیگه داره، یک دانه دیگه، یک دانه امرایش شریک میسازه 4 دانه، و یک سیلیکون دیگه در پایین داریم، به خاطر که 4 دانه سیلیکون امرای یک دانه ناخالص بودن، که یک الکترون دیگه، یک الکترون دیگه، یک الکترون دیگه، یک دانه الکترون دیگه. چون در اینجا ما تریوالنت است، بورون 3 دانه ولانس الکترون داره، در اینجا یک دانه خالیگاه تشکیل میشه، که خالیگاه را ما یک همراه یک خط سبز نشان میدم، این خالیگاه الکترونیکی است، این را هول میگیم ما، و به این ترتیب ادامه پیدا میکنه. وقتی که ما یک دانه بورون دیگر را در اینجا اضافه کردیم، در فکر کنین، فکر میکنیم در اینجا یک دانه دیگر بورون اضافه میکنیم و این بورون از خود یک الکترون امرای ازی شریک می سازد، یک الکترون دیگه امرای ازی شریک می سازد، یک الکترون دیگر دیگه داره که امرای سیلیکونی که دیگه ما امرایش داریم اضافه می کنیم شریک می سازم، تو به ترتیب پیش میره. یک سیلیکون در پایین الکترون 4 ولانس الکترون داره و دیگه به خاطر که بورون 3 دانه اتم الکترون داره در ولانس خود 4 نداره، پس به خاطر از او یک دانه هول دیگه هم دیگه چی میشه؟ درجه کرییت میشه، چون به خاطر از اینکه الکترون ها میخواد که در باند دو دانه جوره ای باشه و دیگه یک جوره نداره، از خود به خاطر جه هول باقی میمونه. و در امی رقم اگه ما ادامه بده میره، یک دانه کریستال کلان پی تایپ جور میشه و در هر کریستال هولز الکترونیکی ایجاد میشه، که این امی ای را ما میگیم پی تایپ، چون پی معنی مثبت میده. خب حالا میخواییم که دیود را تشریح کنیم. دیود یکی از مهمترین دیوائس های الکترونیک است که کارش طوری است که جریان را در یک جهت اجازه میده و در جهت دیگه مانع جریان میشه. خب ای از شکلهای مختلفی دیود هاست و فعلا دیگه میریم. If you take a block of silicon and dope half of it with a trivalent impurity and dope half of the other with a pentavalent impurity, a boundary called the p-n junction is formed between the p and type and n-type portion. خب چطور ما میتونیم که یک دیود بسازیم؟ دیود طوری میسازیم که یک دانه توته سیمی کاندکتور میگیریم و او را p-type doping میکنیم که قبلا گفتیم مثل از جا، و یک توتی دیگر را میگیریم که او را n-type دوپینگ میکنیم و ای اردوش را یک جای میکنیم. وقتی که یک جای کردیم، دمو اسنایی که یک جای میکنیم، در اوجه یک پی ان جنکشن جور میشه، یعنی الکترون ها به خاطر که الکترون های زیاد است، این الکترون ها میخواید که خالیگاه ها را پوره کنه،
خاطر که اینجا یک دانه الکترون ما ضرورت داریم. در اینجا اگر شما ببینین در اینجا هولز ما داریم، اگر الکترون ها پیت ان تایپ هم را یک جای کنیم، پس الکترون ها خیز میزنن، الکترون آزاد که در ان تایپ است و میخواهی که اینجا را پر کنه تا این باند مکمل شود. این وقتی که یک جایش کردیم در شروع در ابتدا الکترون ها میرن و این هولز که در اینجا است ایره پر میکنه، و وقتی که ما در کیمیا خواندیم وقتی که الکترون یک دیوا یک دانه اتم الکترون از دست بده چارجش چی میشه؟ چارجش مثبت میشه، یعنی الکترون از دست داد. در اینجا در اینجا یک دیوال تشکیل میشه که چارجش مثبت میباشه به خاطر از اینکه الکترون های آزاد از این مدار اولی از این توکری که در کنج است نو که ما جنگاندیم در اینجا مثبت جور میشه. و اینجا هولز که بوده هولایی که ما دیجا داشتیم او هولز که از توسط الکترون ها پوره میشه. وقتی که ما شما در کیمیا خواندیم که وقتی که یک اتم الکترون را بگیره چارجش منفی میشه، اینجا ما آیون های منفی بر ما به دست ما میه و اینجا مثبت که نمی آیون های مثبت و منفی خونسا میکنه، اینمی دیواره که خونسا را جور میکنه که باعث الکترون های دیگه میشه که از اینجا عبور کنه و الکترون های دیگه عبور نمیکنه از اینجا. و ایره ما میگیم بریر پوتنشل که در سیلیکون این بریر پوتنشل 0.7 ولت است، یعنی از 0.7 ولت که زیادتر شد باز الکترون جمپ میکنه و در این هول سب پوره میکنه. خب the primary use of the diode is the ability to allow current in one direction and prevent current in the other direction. This is why it's useful. ما گفتیم که یکی از کارهای مهمی از دیود است که جریان رو در یک دایرکشن در یک مسیر انتقال اجازه میده و در مانی انتقال کرنت جریان در مسیر سرچپه میشه. در صنف ما مثال از این را به دو مثال متشریح کردم. یکی مثال یک نل پایپ دادم که اینجا یک نل پایپ است و در اینجا یک والو است که والو وقتی که آب در یک قسمت جریان پیدا کنه در یک طرف از یک طرف این والو بالا میشه و باعث از این میشه که آب از این والو یا از این نل جریان پیدا کنه و این ما فارورد بایس میگیم. اگر دایودا اگر این رقم باشه جریان کرنت اجازه میده، اما وقتی که آب در این والو از طرف مخالف جریان پیدا کنه این والو چی میشه؟ بسته میشه و این نمیجا که از اینمی ساختمان خورد این باعث میشه که اینمی والو بسته شه و او که از جریان پیدا نکنه. دایود همچنان نمی رقم است، وقتی کرنت از طرف میه اجازه نمیده که تیر شوه کرنت. اینمی خطا که خورتره که ما شما میبینیم اینمی مانای از این میتا که بسته است، یعنی کرنت از طرف بسته است. اما از طرف ای را اگر شما ببینین این مانای از اینمی چیز که است مانا میتا که جریان از طرف پیدا میشه، اصل جریان میشه، جریان میتونیم که جریان را از طرف انتقال بدهیم. خب و دیگه ما مثال یک تلک موشه دادم که شما اگر دیده باشین تلک موشه، تلک موشی که موشه میکشه او را نمیگم، تلک موشی که موشه بندی میکنه. یک تلک فکر کنید که ما یک تلک داریم و تلک به این قسم است. اگر شما در خانه خود داشته باشین و یا اگر دیده باشین در قدیما حال خود چسب و چیزا را جور کردن که بسیار ظالمانه هسته، یک رقم تقریبا این یک چیز هسته. وقتی که موش ایم هم این رقم گواره است. خب این موش فکر کنین که داخل میشه، وقتی که داخل از این تلک شوه این دروازه برش باز میشه و موش داخل از این تلک میشه. اما وقتی که موش میخواه که پس بیرون برایه این دروازه بسته میشه و باعث برآمدن موش میشه و موش تنها میتونه که داخل از این شوه اما بیرون رفتن نمیتونه. و دفعه اول که موش داخل میشه با یک انرژی بسیار کم ضرورت داره که نمیره داخل از این تلک شوه که اونمو را ما فورورد کرنت میگیم، ببخشید فورورد کرنت، یا که این فورورد کرنت 0.7 ولت در سیلیکون است و 0.2 ولت در جرمنیوم است. و در ریورس ما بس بر یک انرژی بسیار زیاد این موش ضرورت داره که این دروازه را چی کنه؟ بشکنانه.
باز کنه، چون به خاطر از اینکه این دروازه دیگه بسته میشه تو باش من کمی صافتر به شما نشان بدم، چون این دروازه مثلا دیگه است و این دروازه مثل اینجا است، این رقم است اینجا که است، وقتی که باز میکنه دیگه که امرای از این آهن میخوره. پس موش با یک انرژی بسیار ضرورت داره، اما یک موش اگه پهلوان باشه ایره تیله کنه ای نمی کنده را مشکنانه و این دروازه باز میشه. کیرا ریورس بریک پوینت میگیم در دیود، یعنی اگر در دیود ما کرنت بسیار زیاد در مخالف جریان بتیم باز دیود چی میشه؟ مشکنه، میسوزه و جریان انتقال میکنه، که اونمو کرنت در سیلیکان 50 ولت است، یعنی به 50 ولت ما ضرورت داریم که دیود در ریورس بریک اوت کنیم، که را یعنی بسیار زیاد است نظر به فارورد که 0.7 ولت بوده. و به خاطر از اینکه ما اینمی ریورس بریک پوینت در سیلیکانا در دیود ها کم نداشته باشیم، ما باز یک دیود های مشخصی داریم که او را زینر دیود میگه، که ما فعلا او را تشریح نمی کنیم. خب فارورد بایس هم ما تشریح کردیم اینمی جا پیشتر که وقتی که خب بازم میگیم فورورد بایس او را میگه که جریان را از دیود انتقال اجازه بده، که او چه رقم است؟ وقتی که ما پوزیتیو ترمینال یک بیتری را امرای پی جنکشن و نگتیو ترمینال را در این جنکشن کنک کنیم، او وقت جریان انتقال پیدا میکنه. مثلا مثبت ما گرفتیم در پی تایپ و منفی را در این تایپ، که اگر ای را ما در دیاگرام نشان بدیم این رقم نشان داده میشه، مثبت و در اینجا دیود این رقم و منفی، پس جریان انتقال پیدا میکنه. و ریورس بایس اگر ببینیم پاکنو میره. و یک چیز دیگر راستی وقتی که ما مثبت امرای پی تایپ و این امرای این تایپ کنیک کردیم، اینمی دیوار خرد میشه، نازکتر میشه، مهینتر میشه، چون منفی ترمینال انرژی زیادتر داره و او این دیوال خرد میسازه، الکترون ها کوشش میکنه که در طرف هولز جریان پیدا کنه و ای وی بی ما خرد میشه، که وی وی بی ما 0.7 ولت است. در ریورس بایس برای میگه که وقتی که اجازه نده که کرنت از دیود جریان پیدا کنه، و چی وقت ما میشه که ریورس بایس بکنیم؟ وقتی که ما مثبت ترمینال بیتری را امرای این تایپ این جنکشن و نگتیف ترمینال یعنی منفی ترمینال بیتری را امرای پی جنکشن کنک کنیم. شما اینجا میبینید نگتیف منفی ما امرای پی تایپ کنک شده و مثبت ما امرای این تایپ کنک شده. در وقت شما اگر ببینید این دیوار پی جنکشن ما زخامتش کلانتر میشه و با ولتیج بسیار زیاد ما ضرورت داریم که اینمی زخامت اینمی دیود جریان انتقال بده، که او را ریورس بریک اوت پوینت هم ما گفته بودیم پیشتر، که ریورس بریک داون پوینت یا ریورس بریک داون میگیم، که او را اینمی پروسس اولانچ افکت هم میگه، یا اولانچ مانای برف کوچه میده، چون به خاطر از اینکه مثبت ترمینال که شما اینجا کنک کردین این منفی الکترونای آزاد که در اینجا هستن یا کوشش میکنن که طرف مثبت خود بیتری بره، چون مثبت ترمینال بیتری پتانسیل زیادتر است نظر به هولای که اینجاست، و این هولز که خالیگاه که است این کوشش میکنه که طرف منفی ترمینال بره. خب دیگه موضوع ما است کرنت کرو دیودا، ما ایرا پاک کنم. کاراکتریستیک کرو دیودا که هست ولتیج ورسس دیود کرنت، وقتی که ما در وای اکسس کرنت بکشیم و در ایکس اکسس ولتیج بکشیم میره دیود کاراکتریستیک کرو میگه. وقتی که ما قبلا ذکر کردیم که ما وقتی که فورورد بایس داشته باشیم بسیار به یک ولتیج کم ضرورت داریم تا کرنت ایجاد شود، و او فارورد بریر ما 0.7 ولت است، وقتی که 0.7 ولت اضافه تر شود در فارورد بایس دیجا بسیار از 0.7 ولت که اضافه تر شد کرنت جریان به یک دفعه بالا میره، اما در ریورس بسیار به یک انرژی زیاد ضرورت داریم
تا او بشکنه. وقتی که انرژی ما به 50 ولت برسه، در سیلیکون یعنی به ولتیج ما به 50 ولت برسه، دا وقت چی میشه؟ سیلیکون ما ریورس کرنت ما جریان پیدا میکنه که باعث سوختاندن دایود ما میشه. مثلا چه رقم؟ مثلا در فورورد این منطقه را چه رقم تشریح میکنیم که کرنت این رقم باشه دایود، و این را کنک کنیم امرای مثبت و منفی بیتری و یکم جریان بسیار با آسانی انتقال میکنه. 0.7 ولت ضرورت داریم که اینجا انتقال پیدا کنه. اما در این منطقه را چه رقم تشریح میکنیم؟ این را ما میتونیم که یک دانه دایود بگیریم، امی دایود اما سرچپه وصل کنیم، ایجار مثبت، این منفی بیتری، و کرنت دی وقت انتقال پیدا نمیکنه. اما وقتی که از حد زیاد شد، از 50 ولت برسه، 50 ولت یا 60 ولت یا 70 ولت برسه، باز ایچی میشه، کرنت جریان پیدا میکنه و ای میسوزه. تشکر دوستا، ای بود لکچر دومی ما. انشالله که یک لکچرهای دیگر هم تشریح میکنیم و